بسم الله الرحمن الرحیم. سید شعیب مرتضوی هستم، باشنده کابل. مشتبه حسین هستم، باشنده کابل. محمد فهیم جعفری هستم، باشنده کابل. احمد علی مرزاد هستم، حاصل سال چهارم پانزده حقوق علوم سیاسی کابل. اسدالله باران حسینی هستم، یک تن از باشنده های دشت برچی. روز جهانی حقوق بشر چه روزی است و چرا در تقویم جهانی جایگاه ویژه‌ای دارد؟ روز جهانی حقوق بشر 10 دسامبر است که بعد از ختم جنگ جهانی دوم این روز به خاطر که قانون وضع کردن که حقوق بشر رعایت شوه این روز گرامی می‌دارن. در کل اگر از روز جهانی حقوق بشر و حقوق بشر را یاد کنیم، ما میتونیم حقوق به دو بخش عمده تقسیم بندی کنیم که حقوق اندی و حقوق طبیعی میباشه. حقوق طبیعی همون حقوق هایی است که مثلا مثل حق حیات، حق مسکن، حق تعلیم و حق دارو و غذا میباشه. اما بعد حقوق موضوعی یا اندی که میباشه، حقوق است که توسط سازمان ها، دولت ها و یا حکومت ها برای افراد در نظر گرفته شده و از این روز برای افراد به طور ویژه در جهان و بعد از جنگ های خونینی که در جهان صورت گرفته تدلیل به ویژه صورت میگیره. خب نظر به مسئله علمی اگر ببینیم جایگاه خاص خود داره، اما نظر به وضعیت افغانستان اگر ببینیم و نظر ما و عنوان یک استاد جایگاه خاصی رو نداره، به خاطر اینکه نقص حقوق بشر بیشتر از مراعات کردنش در افغانستان است. دیگه کشورهای جهان پیشرفته یا جهان معاصر رو گفته نمیتونم، اونا هر کس برای خودشون جایگاه داره تعریف کردن. فعلا در افغانستان دی شرایط که من میبینم تعریف خاصی ندارم. هدف اصلی از گرامی داشت روز جهانی حقوق بشر چیست؟ هدفشان حمایت از حقوق تمام افراد جهان می باشد که کسانی که تحت ظلم قرار گرفتن می خواهد که از اینا حمایت کنند. خب هدف اصلی روز جهانی حقوق بشر جلب توجه کشورها یا تمام جهانیان به طرف کسانی است که او از حقوق برخوردار نمی باشد و تا اونا بتواند امی حقوق اولیه زندگی خود را که مثلا حق تحصیل، حق کار، حق دسترسی به درمان، همین چیزا را داشته باشد، در این روز به اینا پرداخت شده. خب در نظر من چون بشر خودش عزیز است، باید حقش هم عزیز داشته باشیم، همچنان برش داده شوه و گرفته شوه، کنونسیونی یا مثلا سازمان باشه که از حقوق مدنی از اینا دفاع کنه. به نظر من باید هم در سطح جهانی چی که در سطح اسلامی باید حقوق بشر وجود داشته باشه. ما میتونیم از یکی از بزرگترین اهداف یا دلایل عمده که از تجلیل حقوق بشر به میان میایی رو در نظر بگیریم که دیگر کشورها و ملتها به سوی یک جنگ و یا نابودی کلی بشر نروند و به حقوق و افراد، حقوق افراد احترام قائل شوند. نامگذاری یک روز به نام روز جهانی حقوق بشر تأثیری در بهبود وضعیت حقوق بشر در جهان داشته یا خیر؟ اگر بود سیاسیش مد نظر بگیریم نه، خاطر از این کشورهای بر قدرت سیاسی که اونا نخبه اقتصاد دنیا هستن، نخبه مثلا بخش دیپلماسی یا سیاسی هستن، قدرت نظامی دارن، بر از اونا کشورهای در حال توسعه زیاد مطرح نیست. به نظر من در سطح جهانی اگر باشه خوب است، اما از بود نظامی اگر برای یک مقدار مدنی و بشر دوستانه اگر باشه خیلی خوب است. خب ما نمیتونیم نادیده بگیریم تاثیر خوب و مفیدیت های تجلیل از روز حقوق بشر تحت عنوان روز حقوق بشر و یا مسمى شدن این روز. اول میتونیم مزریت ها یا امو تاثیر نگذاشتن از این داشته باشیم در طول تاریخ. چه موانعی در مسیر تحقق حقوق بشر در سراسر جهان وجود دارد؟ میتونم موانع داخلی باشه یا خارجی باشه. مثلا داخلیش مثل فقر، تنگدستی که مردم نمیتونه مثلا به امور مالی خود برسه، و از خارجیش هم میتونه مثلا حمایت کشورهای روی به توسعه از کشورهایی که ظلم و ظلم میکنن برای مردم خود از وای حمایت کنه، این میتونه یک از دلایلش باشه. از موانع بزرگش میتونیم به منافع حکومت ها و قدرت های بزرگ در جهان نام بگیریم. عدالت جهانی در زمان میتونه مثلا چی شوه به دست بیایه، یا مثلا عدالت حقوق بشری زمان میتونه مثلا مردم از او استفاده بکنن که او زمان بر عقیده ما موعود، مهدی موعود ظهور بکنه. اما در لحاظ بشریش تا جایی را ما هر کس باید تلاش بکنیم که بشر جایگاه خود پیدا بکنه، ما میتونیم حقوقی که
خدا داده بنده داده نقص نشود. از خاطر ما میخواییم جایگاه خاص داشته باشه در جامعه. جامعه جهانی و سازمان‌های بین‌المللی در ترویج و حفاظت از حقوق بشر چه نقشی در دنیا میتونن ایفا کنن؟ اگر قدرت‌ها و کشورهای بزرگ در منطقه و جهان به خاطر بهبود یافتن اوضاع و حقوق بشر کار کنند و یک روند بسیار مثبت در بهبود حقوق بشر و افراد در جهان خواهد صورت گرفت، ولی متاسفانه که کشورهای بزرگ و قدرتمند در جهان به حقوق بشر افراد به حقوق بشر احترام قائل نبوده و دچار نقص حقوق بشر میشن. نقش و سزایی رو میتونه داشته باشه کشورهایی که واقعا بشر دوستانه کار میکنن یا حزب کنوانسیون های بین المللی هستن. نون بین المللی که بیشتر تعریف کردم، نه بین المللی که واقعیتش بین الملل باشه، بتونه برای کشورهای ملل کار بکنه، یعنی تبعیض واقع نشه، مثلا سمت و سو بدرش نباشه. به نظر من خیلی خوب است. آگاهی دهی برای از طریق رسانه ها و یا همچنان از طریق شبکه های اجتماعی میتواند مؤثر باشد تا امی فرهنگ حقوق بشر در او کشور ترویج پیدا کند. جامعه جهانی و دیگر کشورهایی که رو به انکشاف است با ترویج این حقوق و تبلیغات بیشتر در این عرصه میتونن که انکشاف بتن بیشتر بسازن. آیا میتونین به مثالی از تأثیر مثبتی که رعایت حقوق بشر در زندگی افراد داشته اشاره کنیم؟ مثلا در زمان دولت جمهوری افغانستان ساحه تعلیم و تربیت بیشتر بود و این با حمایت جامعه جهانی بود که یکی از نمونه‌هایش میتونه باشه. در شرایط فعلی آدم نمیتونه مثلا تأثیرش رو گفته، اما شرایط قبلی ده که خاصتاً برای ما نسلی که 20 سال فرصت خیلی خوب ایجاد کرد، ما تانستیم مثلا از مسائل حقوق بشری بیشتر استفاده بکنیم، تحصیل جامعه را مثلا بلند ببریم، همچنان صد آگاهی مردم بلندتر بره که بفهمن ما چی حق داریم و از حق خودم چگونه استفاده بکنیم و کجا مراجعه بکنیم. اینا را به نظر من همو روش هایی بود که بخش حقوق بشری در افغانستان یا کشورهای دیگه مراجع ساختن که ما حالا میتونیم یک کمی بشناسیم که حقوق بشر چی است و چگونه از او استفاده بکنه. در صورتی که بخواین از دولت یا جامعه بین المللی یک پیشنهاد برای بهبود وضعیت حقوق بشر در دنیا داشته باشید چه پیشنهاد میکنید؟ پیشنهاد ما به دولت و یا دولت و یا قدرت های بزرگ میتونه میباشه که به حقوق افراد تهیدست و کشورهای جهان سومی در نظر گرفته و از منافع خودشان در تعرض و تجاوز کشورهای عقب مانده استفاده نکنند. پیشنهاد من این است در جامعه جهانی حقوق بشر این است که باید صادقانه عمل کنند، دور از سلیقه های دینی و مذهبی تمام مردم را یکسان در نظر بگیرند. سیستم رفاهی و اقتصادی بهتری را در کشور خود ما ارائه کنند. نظر ما است که تبعیض قائل نشوند. هر کی در هر جایگاهی که هستند محقق داره حق برش داده شود و تعریف حقوق هم نیست که حق گرفته میشه. زمینش مساعد بسازن که افراد غیر دولتی بتونن به حقوقشان دسترسی پیدا بکنن و مراجع مربوطه که مربوط دولت هست یا سازمان های ملل متحد است که حق اونجا گرفته میشه، دادخواهی از اینا قابل نتیجه باشه و نتیجه بده. چه کارهایی میتونیم با عنوان افراد عادی برای حمایت از حقوق بشر و بهبود وضعیت آن انجام بدیم؟ خب احترام گذاشتن به همدیگر خود میتونه یک اصل باشه که ما بتونیم رعایت کنیم. خب میتونیم مثلا در قسمت تعلیم و تربیت مردم آگاهی بدیم، نشریه اگر هست توان است نشر بکنیم، اگر صفحات مجازی میتونیم مثلا چیزی در اندوخته های ما هست تکونه ارائه بکنیم تا مردم از حقوقشان آگاه شود و بتونه مثلا بشر و ملل و اطراف خودشان رو بشناسه و از حقوق خود دفاع بکنه. ما هیچ وقت نمیتونیم با استفاده از حقوق و آزادی هایی که ما در نظر گرفته و تعریف اشتباه از آزادی استفاده کنیم و باعث تعرض و تجاوز به حریم شخصی دیگران شده و باعث نقض حقوق بشر افراد در سطح ملی و بین المللی شده. و در نهایت یک اصل از پیمان حقوق بشر اگر میدانید بیان کنید. هر شخصی در کشور خود آزادی داره و این هم یکی از اصول حقوق بشر میباشه. حق تحصیل یکی از اعلامیه های یا یکی از اصل های همین اعلامیه حقوق بشر است که توسط همین کشورهای عضو حقوق بشر تصویب شده است. اصل زندگی کردن در دنیا
یک اصل بشر دوستان است که باید رعایت شود. در هر کشوری که باشه باید تبعیض قائل نشه. یک اصل از پیمان حقوق بشر ما میتونیم به طور کلی اصول و پیمان های کلی را که در سازمان ملل و سازمان های حقوق بشری داشته باشیم در یک حدیثی از پیامبر صلی الله علیه و سلم خلاصه کنیم که گفته شده که در جنگ ها به اسرا کمک کنید، به غیر نظامیان صدمه نرسانید، به کودکان و زن ها خصوصا، و در حتی در معبد ها کلیساهای آنها هجوم نبرید.